What the fuck. نه هرچی آدم میبینه بیشتر میرینه. سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکی دو هم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید و سم. تو این ویدیو میخوایم بریم ببینیم چه سمایی در انتظارمونه و چه سمایی همینجوری داره تو فضای مجازی پخش میشه و سمایی رفته رو بریم ببینیم بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. ولی بچه‌ها قبلش یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. دورتون بگردم، اگه دکمه سابسکرایب نذارید اون دکمه سابسکرایب بزنید، زنگولش فعال کنید، ریال بذارید که هر موقع ویدیو گذاشته میتونه تو هر دیگه نمیدونید که ویدیو گذاشته ببینید ببینید دوره تک تک تون بگردم. من بریم سراغ ویدیو. بچه از اونجایی که ما همیشه ویدیو مرتب شده، ویدیو اول من میبینم یا تاقام میزنم، این دفعه وسط شروع میکنم ببینم وسط تا دوش وسط این ویدیو چیه. بریم سراغ اولین ویدیو. پسر در 8 دیه پیشنهاد دوستی ما قبول کرد. دیشب که بردمش رستوران بهش پیشنهاد دادم و اونم بدون فکر کردن بله رو گفت. خواهرم شما راحت 35 سالته. قرار شد این دوستی صرفا یه دوستی ساده نباشه و باب آشنایی باشه برای آینده. به خاطر همینم قرار شد تا 2-3 هفته آینده با مامانش صحبت کنم، حالا یا تلفنی یا حضوری. عزیز من یه لحظه، چقدر خیلی سری داری زندگی نامت رو من ریدم. خب شما الان ببین راحت 35 رو داری. پسر 10-80 پیشنهاد دوستیمو قبول کرد. اگر اون پسر 10-80 گیریم که فیکس 80 باشه، یعنی 23 سالشه. نه خواهرم شما 10 سال اختلاف. اوکی خب الانم سریع باید حاضرشم که برم دنبالش ببرمش. خب تو با مامانش چیکار داشتی؟ چی قرار بعدی بیایی سر قبر من. عزیز من اون راحت داره شیر میخوره، اون دهنش بو شیر میده. رفتی تو رابط، تو خودت پیشنهاد دادی. مردم شانس دارن به قرآن مجید. یه میلف اومده بهش چیز داده، پیشنهاد داده، چیز داده منظورم پیشنهاد داده، پیشنهاد قبول شده، خود خانومه میره دنبالش، پول رستورانم حساب میکنه به حساب خانوم. بعد من سوالی که کلن دارم اینه که الان خانم عزیز هیچ. بریم بعدی. چی؟ بالا و پایینم کویر بودش؟ الان من چه فکری میتونم راجع به این بکنم؟ منظورم بالا پایین چیه؟ خب؟ میگه الان پایینم مثل کوه پایه شده. عزیزم طبیعت گردی زیاد دوست داری نه؟ بدن تو چه نقدر تشبیه میکنی به کوه پایه؟ اوه کوه پایه چون خیسه. ببینید دوستان، یه سری افراد هستن اول فکر میکنن بعد حرف میزنن که به شدت افراد آره. یه سری افراد هستن اول حرف میزنن بعد فکر میکنن که نه اصلا پرتن کلا. یه سری افراد هستن در هنگام فکر کردن حرف میزنن. من در هنگام حرف زدن یهو میفهمم دارم چی میگم. تازه فهمیدم که داستان چی. خب که چی الان مثلا دل منو دریا. یه لحظه و همش با دوره وی آی پی خانم عسکری. به خانم عسکری متخصص خیس کردن پایین. من نمیگم اینا خانم عسکری وی آی پی. نمیدونم به درد آقایانم میخوره یا نه، مال آقایان به نظرم نباید کوه پایه باشه، باید خودش کوه باشه. اینا دریبری میگن، منم دریبری میذارم روش میشه دوتا دری. بابا بریم بعدی. تبلیغام تبلیغای قدیم، طرف حداقل با چادر مقنعه میرفت تو همون با شامپو خودشو میشد. یعنی چی پایینم کویر بود الان شده کوف پای؟ عزیزم مگه داری مطالعات درس میدی؟ ولی باز هم فکر خوبی ها، اگه به این روش مطالعات اون 24 درس انقدر قدشیاف نا اونو اگه به این روش بخواستن درس بدن به قرآن همه اون عاشق اون درس میشدیم. 15 دقیقه رابطه جن... سی مساوی با 1 ساعت باشگاه بدنسازی. اوه جدی؟ خانم داشت میرفت ورزش بکنه، باشگاه بدنسازی داشت میرفت، بعد که این اطلاعات رو شنید رفت که به قرآن میزان سم. اصلا من یه بار نتونستم تشخیص بدم بعدش چه اتفاقی قرار بیفت. هر دفعه داره ارتقا پیدا میکنه. یه رقم اومدم چوسی حرف بزنم ریدم، دیدین مرتقه. آره خلاصه رفت که دیگه به جای 1 ساعت بدنسازی بره با
8 سانت جرش بده. چجوری؟ روغن کینگ بزن 8 سانت دیگه بزرگ میشه، اونجوری میتونی دیوونش کنی و توی تخت پادشاهی بکنی. چی گفت؟ دوستان دیگه به هممون میدونیم منظورش چیه. عزیز من مگه داری به پای درخت کود میدی؟ 8 سانت و 8 سانت دیگه دو برابرش کنی؟ خب اینو میمالدی به مغزت، مغزت دیگه خوره رشد کنه عزیز من. بعد میگی جرش بده. چیو جرش بده عزیز من؟ مگه پارچه هست؟ آدم میده پایین چه وضعیت اکسپلوره؟ 8 سانت بذاری روش مگه دستگاه پولیشه که بخوای عوضش کنی یه چیزی اضافه کنی روش؟ خب اونو میمالیدی به یه جای دیگه، خودت استفاده میکردی. دقیقا روغن کینگ، اصلا چی روغنی نداریم، روغن کینگ یعنی روغن شاه، یعنی از شاه یا کجای شاه اون روغن گرفتش؟ چی میگی خواهرم؟ دوستان توی اینترنت بچه قاب جدید خریدم و پاتریکه، اصلا روغن کینگ ننوشته چی گرفته میشه، اصلا ممیزی داره این سانسور باید باید. بعد فقط نوشته افزایش سایز، افزایش قطر کلوفتی. بابا اینا همش چرت و پرت، چرت و پرت واقعا منظور نمیرسونه، ادیتور خودت سانسور کن. اینا همش جره، اصلا نمیشه میداز این حرف اینا گوش نهی زده 450,000 تومن بابا. من نمیفهمم چه اصراری دارن این تبلیغا رو اینقدر کلوف کنی، نمیدونم گنده کنی در نه یا تو اینقدر چاه فاضلاب که نگرفته عزیز من. به حرف اینا گوش نهید، اینا همچنان گوه اضافه میل میکنن دیگه. بریم بعدی. عزیزم تکون بدین. نه عزیزم موهاتونو. حالا اگه میذاشتی اونم تکون میداد، آره چیز ایشون میتونه بره یه جای دیگه. این تبلیغای دکتر، دکترای زیبایی هستن میگن ضمانت میکنیم 2-3 سال، ضمانت پس از فروش و خدمات و نمیدونم اینا، همه ویدیو رو برداره ببره اونجا بذاره تو پیجش بگه تکون بده، تکون بده 4 تا مشتری براش میریزه. به هر حال دوستان اینم یه روش تبلیغ با تکون دادن مشتری جذب میکنه. خوبه نگفت انگشتو بکن لاش، وگرنه انگوشت بکن لای موهات مثلا نشون بده، اینجوری نشون بده، و یعنی انگوششو هیچی دیگه. بابا نیما جان برو بعدی. صدا شکستم بکن، خدا قسم داره سعی میکنه که دستان دستان میدم با آرنج. صدا شکستم نمیشه، آی دستان دستان بلاخت. عزیز من فدات شم. خوبی؟ اون صدا شکستن بود؟ بله درسته، کاملا انقدر صداش هم زیاد بود ما شنیدیم، فقط اینکه صدای شکستن دستت بود. بنده خدا به فاک رفت، خواست یه هنر نمایی بکنه رید. یه سوال، به نظر شما پسری که آیفون نداره کنسله؟ بله. چرا؟ چون واسه مهمه. کنسله چون خودم آیفون. دلیل خاص دیگه ای نداره؟ عادتا میخوام بهش پیام بدم آی مسیج باید داشته باشم دیگه، اونم باید داشته باشم. بله. چرا؟ یه حالیه سامسون. بابا دیگه اینو نکنید جزء معیاراتون واسه انتخاب پارتنر، جون مادراتون این بره توتون اگر این معیار انتخاب رابطتون باشه. من عمتونو بابا آیفون داشتن اصلا جزء معیار نی، به حضرت عباس جزء معیار نی. بابا تو رو قراج من میگم به قد و ظاهر توجه نکنید، شما یه پله شما به همون قد توجه کن جون جده. فکر کن مثلا طرف چه آدم آقای با منش با همه چی، شخصیت، خانواده، فرهنگ، همه چی مثلا داره، ولی چون آیفون نداره کنسل. من ریدم تو اون معیاراتون، من ریدم تو اون خاک تو سرتون کنن. شیشی 2 hours later یعنی خاک تو سرتون کنن، یعنی همون بهتر که همه اینا برن ازدواج کنن برینن تو زندگیشون، یعنی همین که این معیارشون واسه زندگیه واقعا باید رید تو زندگی، یعنی همون بهتر که اینا به ساعت نمیکشه طلاق میگیرن. من هی میخوام برم بعدی، هی نمیذاره. ببین اینا مثلا ازدواج میکنن، رفیقشون میگه چرا با این نره خر ازدواج کرد، نه شغل داره نه فرهنگ نه اصلا نمیتونه حرف بزنه. بعد دختر میگه آیفون داره، بعد میگه بابا اصلا طرف داغونه، هیچ کاری نداره، پول تو جیبی از باباش میگیره. بابا آیفون داره. دوباره برمیگه بابا میگه طرف قاتل، رزومه اومده که طرف مورد منکراتی داره، آیفون داره. ای من ریدم تو معیاراتون. این خانم محترمی که به شدت محترم هستن، یعنی احترامشون کاملا قابل دیدنه، حتی اگه حرف نزنن همه چی ریخته جان. الان بچه ها چطور این آقا اگه اینو میخواین
یه شکم تخت صاف بدون ورم. من توصیه میکنم که از خیلی ممنونم. میخواد گوه اضافه بخوره و یه محصولی رو میخواد معرفی بکنه که خودش اصلا استفاده نکرده، ولی میخواد بگه اگه اینو میخواید اینو استفاده کنید. بیا برو عزیز من، شما همون به نظرم فقط تو ویدیو رابری کفایت میکنه، بعد مثلا تو کپشن بنویسید مثلا تبلیغ فلان، همین کافیه، چون اصلا دیده نمیشه شما تبلیغی که میکنی. خود پوفیوزش رفته ورزش کرده، نمیدونم فلان کارو کرده، بیسار کارو کرده، بعد اومده میگه اگه اینو میخوای بعد اینو بخوری. شما خانم محترم اگه من اونو خورم اون نشم، تو هم باید بیای اینو با بخاطر اون اختلاف سایزی که سینا دو تا سایز مختلف فرق گذاشتیم، صوتی یعنی که داری استفاده کنی. آو ایشون دکتر سینا چی؟ آره دیگه دکتر عینا هستن، اون خانم هم عینا گذاشتن، امیدوارم چیزی نشون نده که تو داستان ورزش تا دو ماه حتما بالاتنتون رو یاد داشته باشید. مبارک چقدر داستان مثلا ایکس بفرستیم. دکتر از مریض به چه خواسته های میگه واسه من عکس بفرسته؟ از من چی عکس بفرسته؟ من میگم پزشکی یه سری حسنایی هم داره، ناکو مثلا پوفیوز رفته همه چی رو دیده، بعد بازم میگه عکس خاک تو سرت کنم دیگه. از من بعد از 3 ماه عمل کردن که دیگه مراقبتی وجود نداره دیگه، بخیه ها جوش خورده، همه کارا انجام شده. اینا همش بهانه بود، امیدوارم که جنبه درمانی داشته باشی. شما آقای دکتر اگر بیای یه جا دیگر رو عمل بکنی واسه آقایون، بازم میگی عکس بفرست یا نمیگی گوره بابات برو حالا خودش خوب میشه؟ ها آقای سالس، پسرا اگه بفهمید یه دختر فقط به خاطر رابطه جنسی شما رو میخواد و دوستتون نداره ناراحت میشین؟ عزیزم چیزی شده، چیزی گیر کرده، اگه در خطری یه علامتی چیزی خوبی؟ من نصف حرفتو نفهمیدم، فکر کردم داری جون میدی. 20 میلیون تومان درآمدمه، حاضری دخترتون به من بدین؟ خیر. چرا؟ برای اینکه بیچاره میشی دیگه. با 20 تومن که هیچی نیست. با 20 تومن نه خونه‌ای در کار است نه زندگی خوب. ما دختر نمیدیم بهتون. 20000 دلار درآمد داشته باشه من با کمال میل میدم. تو پوفیوز خودت میتونی اصلا 20000 رو بنویسی؟ بعد میگه 20000 دلار درآمد داشته باشه بهش میدم. خاک دوست داره. تو رو میخواد چیکار؟ دخترتو میخواد. این جمله من برای این پدره عزیزی که اینجوریان. پدر عزیزی که اینجوری هستی، تو خودت ازدواج کردی چه انی بودی؟ بعد سوال مهمتر اینه که بعد از این همه مدت ازدواجی که کردی الان چه انی هستی؟ هیچ. بعد اصلا 20 میلیون خودت الان درآمد داری که الان پسری که میگی 20 میلیون درآمد، 20 میلیون درآمدیش مادر. من بچه‌ها من واقعا معذرت میخوام، یه تکلم ادرارم و اصلا مینی دارم میرینم. بابا شل کنید بره، پسرت لش و لات نیست. نه دیگه بابا 20 میلیون درآمدش یعنی یه کاری داره، یه زندگی داره، یه گوی داره میخوره دیگه بالاخره. آروم باش. بابای میگه ما دختر به شما نمیدیم. خب به کی؟ صبح واسه آدم نمیذارن به قرآن مجید. این صحبت هم با پسراستی دورتون بگردم پسرای عزیز، اصلا میبینید یکی اینجوری میگه اصلا نرید ازدواج بکنید، یکی که اصلا تفکرش اینی که آقا اصلا پسری که 20 تومن درآمدش من دختر نمیدم، اصلا ببین دختر تو کسی میاد بگیره؟ با این طرز تفکرش من به جوونا گیر میدم، میگم معیاراتون و آیفون و قد و سانت و دراز و گوشت و اینا نباشه. اینم از وضعیت پدرای عزیزمون که اینا هم ریدن. من نمیفهمم به جای اینکه بپرسه پسر جربوزه داره، شعور داره، عقل داره، نمیدونم دوست داره اصلا دخترمو، میگه نه 20000 دلار پوفیوز 20000 دلار میشه، نمیدونم چقدر میشه 20000 حاجی 20 داره 60 دوستش پوفیوز 1,200,000,000 درآمدش باشه، بعد بیاد با تفکری مثل خانواده توی گوزو بیاد ازدواج کنه. دکتر من اصلا از صورتم راضی نیستم. گوه میخوری؟ احساس میکنم خط غم داره و خیلی خسته از صورتم. خط ان داره؟ خط چی داره؟ اصلا خط نداره قیافت. قیافت به 4K ترین حالت ممکنه. اصلا خودت انگار عملی اینقدر خوشگلی. ولمون کن تو رو قرآن. چی میگی what the fuck؟ بابا چرا اینقدر به خودت دیر میدی؟ به نظر من که اوکیه، مشکل خاصی نداره. فقط میتونی یه کم تیدر زیر چشم
با یکم امتیکوز گونه بزن. یعنی میگین اینا برطرف میشه؟ آره هم برطرف میشه هم کسی نمیفهمه. پس بریم انجام بدیم. چی برطرف میشه؟ جون مادر جدی چی برطرف میشه؟ چی بود که برطرف؟ چینو چیکار دارم میکنم به قرآن؟ بابا بشی سر جا، تو هم دیگه خودتون انقدر انگولک میکنین. با ارزشتر من توی دنیا نیست که بخوام براش براش کنم. روز بدن همه روز ظاهر همه روزیه کارمه موفقیت همه هر چیز که چیزی با ارزشتر از این نیست و شکستی برای من بودید نداره. من سراسر تجربه زندگیم و هر جایی منو بندازید من بلند میشم. هی وای، میگه منو هر جایی بندازید باز بلند میشم. خواهرم اصلا شما بیفتی زمین نمیفتی زمین، خودش بلند میشه. حقیقتا مغز من الان قدرت تجزیه تحلیل این صحنه رو نداره، چون اصلا این صحنه‌ای که ما داریم میبینیم اصلا با ورزش همچین چیزی نمیشه اینقدر افتاده و بیریخت. ولی تو بدنسازی نه دیگه، این الان قشنگ مشخصه این با بدنسازی اینجوری نشسته اصلا داره میریزه، انگار مثلا تو شورتش آب ریختن انگار. اولین سنگ مزار فاتح خان در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. What the fuck. نه سیستم صوتی که ما در این سنگ مزار کار کردیم کاملا ضد آبه و با ضمانت یک ساله تقدیمتون میشه. چیو ضمانت میکنم؟ ما یارو ریق رحمتو به سر کشیده، خدا رحمتش کنه رفته، هر کی رد میشه یه دکمه میزنه فاتحه میخونه واسه سنگ قبر فاتحه خان. نه هیچی کار نداشتیم، فقط بخواستم یک صدات کنم با هم ببینیم. سنگ قبر فاتحه خانه، اصلا پشمام دیگه. پس مردم مجسمه اسرائیل هم میسازن براش مموری کارت درست میکنم. به قرآن اصلا نگاه کن. امروز ولاگ مهمونی پسرم با دوستاشو داریم. قبل از اینکه برم تو آشپزخونه اول اتاقشو مرتب کردم که همه چی سر جاش باشه تا مهمون بیاد. سفارش خودش پنیر مرغ براش درست کردم. در آخرم توی ظرف سرو ریختم و با پنیر پارمزانشو پر کردم. ساندویچای کالباسشونم آماده کردم. به گفته خودش چیپس و پنیر میخوام، نه سیب و پنیر. اینم براش آماده کردم و گذاشتم توی حالا با خوشمزه هایی که درست کردم یه میز خیلی خیلی خوشگل برای گل پسرم چیدم. این میز که تو 3 ساعت همه چیزش آماده شد با شما. من آخرین باری که تولد گرفتم به حضرت عباس یادم، به قرآن مجید یادم نمیاد اصلا. مبارکت باشه آقا پسر گل. آه این بری وایستاده ولی اون بری پاش کرده. What the fuck. چرا شلوار برعکس؟ نه دیگه زاپش این به این دستخری که اینجاست چی میگن؟ خلاصه که اینم یه مدلی بود دیگه. دکمش کجا بسته میشه؟ چی این اصلا؟ یعنی یه شلوار دوتا شلوار، یعنی بابا به قرآن هرچی آدم میبینه بیشتر میرینه. یعنی دانشمندا میگن آدم هرچی بیشتر بدونه یعنی بیشتر نمیدونه، اینم دقیقا همینه. ما هرچی بیشتر میبینیم یه سم جدیدی یه قد میزنه بیرون اصلا. هرچی بیشتر میبینیم بیشتر نمیبینیم. نمیشه صادقانه نظرتون رو بفرمایید لطفاً؟ اوکی صادقانه نظرم رو میگم خدمتون. به قرآن لقمه حرومه، این اصلا یکی دیگه است. خب این خواهرشه، من مادرشو. بابا استخونو چی کار کردی؟ استخون فک دراز بود، این الان چجوری دادی تو؟ بعد اصلا دادی تو اضافهش به کجا میرین؟ چی خویی میخورن اینا؟ نوشیدنی در خور پادشاهان اویلانش که با آرومای سرو برای شما سرو میشه و یه سورپرایز جذاب داره. اسم شریفتون رو با من میگین؟ بفرمایید. فقط قبل از میل کردن نوشیدنی اسپیرتون رو میل بفرم. اینجا هم از اینجاست که تا دسته میکنن تو یه سورپرایز ویژه داره. اسمتون رو با ماژیک رو شیشه مینویسن. واو او مای گاد. تا حالا هیچکی نتونسته اسم منو رو لیوان بنویسه. زرد تخم مرغ خورد اینو داد بالا. من مثلا توش چی ریخته؟ شربت آب لیمو. آیا عطرم زد؟ عطر سرد چکسلواکی. جمع کن بابا نوروزن. یه پسر برای دیت اول چقدر باید هزینه کنه؟ خیلی باید خرج کنه. بالاخره من وقت گذاشتم. آها اون دست خر گذاشته. خیلی مثلا چقدر؟ خیلی چقدر؟
بالای 20 میلیون. برای دیت اول بالای بله بله چهار دست و پا نله. ببخشید این وسط مجبور شدم اینو بگم. چی برای چی آخه؟ بله شما میکاپ کردم، موهای این ورم یه رنگ، موهای این ورم یه رنگ، خودتو به یه ورم، نظرت به یه ور دیگه هم. بالاخره به این دلایل برات خرج نمیکنه. جان ناموست، جان مادر، جواب منو به اونان که نظر میدن پسر باید تا دست بکنه تو ما، شما خودت بابا گردنت میگیره یا نه؟ نه من نمیفهمم اینا گوز تو مخشون رفته، خر تو مغزشون گوزیده، من نمیفهمم. توی دو هفته با این دو حرکت به این باستن برس. حرکت اول اسکات هالتر جفرسون توی موقعیت مناسب قرار بگیر. بچه ها به حالت 50 دقت کنید که اجرای بسیار دقیقی داشته باشید. سینه بالا، به آرومی میشینید، بلند میشید. توجه کنید کم من اصلا مهم نیم اون ورزش که داری توضیح میده، همون نتیجه کارو که ما دیدیم دستمون اومد داستان چیه. دمت گرم. چه دوستان تو ویدیوهای قبلی متوجه شدیم به اون قسمتی که میسازن، همون قسمت اینجا میگن هیپ دیپ، اندازه کله من هیپ دیپ. چی نمیشه؟ وقتی یه پسر با قد زیر 175 به هم پیشنهاد میده، اوکی؟ قد من نیستی با قد بلند. من ریدم تو این معیاراشون. ببینید دوستان توجه بفرمایید، ناکنید. من ریدم تو این معیاراشون. خب بچه ها به نظرم اون ویدیو رو همینجا به پایان برسونیم. من همچنان تاکید میکنم که ریدم تو این معیارهایی که چه پدر چه مادر چه برادر چه بزرگ کوچیک، واقعا باید رید تو بعضی از این مغزایی که اینجوری معیارهای پارتنر واسه بچهشون یا خودشون انتخاب میکنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بود از سمای که دیدیم دورتون بگرم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. برای زن این ویدیو بهتون میشه دوکنم دوتا ویدیو رو حتما برید ببینید. دورتون بگرم، عاشق تک تکتونم، یعنی دونه دونه تون عاشق دونم. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پر انرژی و خفن بمونی.